برای مخاطبان پایگاه خبری رادیو کنم باید بفرمایید که خانه دوام یعنی چی؟ خانه دوام کلمه خود دوام یعنی نیروی داوطلب محله. خانه دوام جایی که ما میتونیم بقیه رو آماده بکنیم برای وقایع و حوادثی که ناگهانی هستن و آموزش بدیم بهشون که چجوری باهاشون مقابله بکنن و خانوادهشون و اطرافیانشون رو در جریان این آموزش ها قرار بدن و ازشون محافظت کنن در مواقع زلزله یا هر اتفاق ناگهانی دیگه. خانه دوام ببینید توی هر محله از مناطق 22 گانه تهران یک سری سراهای محله گذاشتن که یک سری تیم‌های اضطراری گذاشتن برای حوادث و رویدادهای طبیعی که مانند زلزله، سیل یا اتفاقهای دیگه توی کشور میفته، این خانه ها یه جوری واکنش اضطراری دارن و اینا برای کمک کردن به مردم محله خودشون. حالا توی این محله ها هم، یعنی توی این منطقه ها هم محله های زیادی هستش که حالا ناحیه به ناحیه و این کسایی که توی خانه دوام هستن کمک میکنن. این در واقع سازماندهی نیروهای داوطلبی که در کنار سازمان مدیریت بحران قرار میگیرن برای مواقع ضروری. بله بله همینطوره. به نظر من خانه دوام یه مکانی هستش که افراد متفاوتی با رنج سنی های متفاوتی جمع میشن در کنار هم و یه سری آموزش های حالا از کمک های اولیه گرفته تا مدیریت بحران و خیلی چیزهای دیگر رو در کنار هم آموزش میبینن و در مواقعی که نیاز باشه حاضر میشن و به مردم و افرادی که نیازمند هست کمک میکنن. خانه دوام سازمانی شکل گرفته که افراد داوطلب رو از خود محله ها جمع کنه، آموزش بده برای شرایط اضطراری، چون مردم طبیعتا نزدیکترین افراد در حادثه ها هستن به منطقه آسیب دیده و حادثه زده. به نظر شما آموزش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در کاهش حوادث؟ به نظر من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. من خودم شخصا که آموزش میبینم، همین آموزش ها رو میرم توی خونه اعلام میکنم به بقیه و توی فامیل ها همین آموزش ها رو توضیح میدم بهشون و حتی کسایی که دوامی هم نیستن میتونن از این آموزش ها استفاده مفیدی بکنن. خب اصلا اصل همه، یعنی اصل این که کاهش حوادث تو کشور بشه، اصلا اصلش همینه، اصلش آموزش. یعنی تو همه چیز باید یه آموزشی داده بشه و فرهنگ سازی بشه و بشه مدیریت بکنیم اون حوادث رو. خب قطعا آموزش تاثیرگذار هست. وقتی که این آموزش ها به مردم داده بشه، مردم میتونن در مواقع ضروری چطور برخورد کنن و چطور به همدیگه کمک کنن. خیلی زیاد. ببینید افرادی که سطح آگاهی دارن با افرادی که واقعا هیچ آگاهی ندارن، این دو خیلی متفاوت هستش و افرادی که به طب آموزش میبینن خیلی راحت‌تر میتونن شرایط رو مدیریت بکنن و اینکه بتونن به دیگران کمک بکنن و افرادی هم که از سطح آگاهی کافی برخوردار نیستن، مثل کسایی هستن که واقعا هیچی نمیدونن، شاید در مواقع بحران بیان یه حرکاتی رو انجام بدن که نه تنها بهشون کمک نکنه بلکه اون شدت آسیب و اینا رو زیاد بکنه و این دوتا خیلی متفاوت هم هستن. آموزش شاید بشه گفت یکی از با اهمیت ترین اقداماتی است که در قبل از بحران و اقدامات قبل از بحران میشه انجام داد. یک جمعیت و یک جامعه آموزش دیده هستن که میتونن در زمان بحران رفتار درست از خودشون نشون بدن. بسیاری از اتفاقاتی که میفته و بسیاری از آسیب هایی که به جامعه ما و مردم وارد میشه و به افراد وارد میشه در واقع ناشی از این هستش که اونها نمیدونن اقدام درست چیه. اگر بدونن که اقدام درست مثلا در زمان زلزله، سیل، آتش سوزی و هر کدوم از سوانیه که به طور روزمره دارن گسترش پیدا میکنن چی هستش، مسلما خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه، هم ایجاد اون سوانه، بروز اون سوانه کاهش پیدا میکنه و همین که در زمان سوانه رفتار درستی انجام میدن که به هر حال از آسیب پذیری اونها جلوگیری میکنه. و اگر افرادی علاقه من باشن که در کنار شما در خانه های دوام قرار بگیرن و فعالیت خودشون شروع بکنن به صورت داوطلبانه، باید به کجاها مراجعه بکنن؟
خب برای این کار من در واقع دو راه بهشون پیشنهاد میکنم. یکی این که وارد سایت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بشن. در اونجا یک آیکونی فعال هست به نام خانه دوام و ایمنی که مرحله ثبت نام داره. وقتی که وارد اون به اصطلاح صفحه میشن، در اون بخش میشن، خود به خود مرحله به مرحله راهنمایی میشن تا ثبت نام بشن. وقتی مرحله ثبت نامشون در اونجا انجام میشه و به هر حال یک کد ثبت نام براشون ارسال میشه، همین کد برای ستادهای بحران اون منطقه هم ارسال میشه و اونها به اون شخص تماس میگیرن. ولی یه راه خیلی خیلی ساده تر وجود داره. من ازشون خواهش میکنم که به سرای محله زندگی خودشون در واقع مراجعه بکنن. در تمام سرای محلات خانه های دوام ایمنی فعال هستن. مسئولینشون آموزش دیدن که چطور شما رو راهنمایی بکنن که علاوه بر اینکه عضو این گروه بشید، بتونید از آموزش های واقعا مفید و کاربردیش استفاده بکنید و اگر هم مایل باشید بتونید بخواید فعالیت بیشتری بکنید در فعالیت های مختلفی که برنامه ریزی میشه از طرف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران حضور پیدا کنید. شنیدم که شما نیروی داوطلب هستید. چرا داوطلب؟ شخص خود من که از روی علاقه و اینکه من خیلی دوست دارم به مردم کمک بکنم، حالا توی حوادث اگه اتفاقی بیفته من خودم شخصا اولین نفری هستم که داوطلب میشم و کمکشون میکنم. در کل کمک کردن یکی از علاقه های منه و خیلی از بچه های دیگه که دوامی هستن. من خواستم داوطلب باشم تا اگر نیاز به کمک بود به مردم کمک کنم و اینکه فعلا عضو خانه دوام هستم. و کوچکترین عضوم هستی درست؟ بله. دوست دارم ببینید بعضی اوقات کمک خیلی خوبه، کمک کردن به دیگران. اگر آدم میخواد همیشه جنبه مادی رو در نظر بگیره این خوب نیست، بلکه وقتی که شما مثلا بدون اینکه جنبه مادی رو در نظر بگیرید به دیگران کمک بکنید، در وهله اول اون آرامش به خودتون برمیگرده، اون حس انسانیت، انسان دوستی به خودتون برمیگرده و این رشد باعث میشه که شما به هموطنای خودتون هم این حس محبت و علاقه رو پیدا بکنید و بتونید بهشون کمک بکنید و این سبب میشه که یه جورای کل جامعه بتونن این سطح انسان دوستی رو نسبت به هم داشته باشن و به هم کمک بکنن. اگه یه حادثه‌ای به وجود بیاد حالا ما میتونیم کمک کنیم، مخصوصا برای خودمون مفیده. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت می‌کنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.